سلام و درود بر دوستان عزیز همراهان کانال ایرانگرای نوین کانال دومش هر جا هستین شاد و تندرست باشید سال 1400 از گردی رو به شما خجسته باد و شاد باش میگم امیدوارم سال همراه با تندرستی و شاد کامی و کامیابی داشته باشید و همینطور سال 70 سه آریایی میترایی رو به شما خجسته باد میگویم که ما دو تا استفاده میکنیم یه گاشاموری آریایی میترایی که الان هفتاد چل سه هست و دو رقم آخرش برابر هست با سالهای انقلاب ایران اینو قبلا سلطنت طلبا درست کرده بودن تو فرانسه به خاطر اینکه یک سفالینه مال نقش میترا در تپای حسنلو در ایران پیدا شده بود و قدمتش رو گفتن هفت هزار ساله و بر اساس سال پیدا شدن اون سفالینه که سال پنج بود مبدر گذاشتن هفت سال و شمردن بعضی مدتی فهمیدن که بابا این به نفع آخوندا شده چون که دوره آخرش با سالهای انقلاب هم خان است گاشماری پهلوی هم همین بوده گاشماری پهلوی هم به اونم حدسی بوده در واقع دو رقم آخر گاشماری پهلوی برابر با تعداد سالهای سلطنت ممارز شاه بوده ولی این هفته چلسه خود سلطنت طلبا درست کردم ولی ما استفاده میکنیم چون که با انقلاب ایران فصل نوینی از اقتدار ایرانی به امپراتوری ایرانی آغاز شده ما همین هفته چلسه آریای و همچنان با هم با ما میتونیم در کنار تقویم کاشماری خورشیدی یزگردی که همین 1400 باشه این کاشماری آریای میترایی رو استفاده کنیم و لازمه که استفاده بکنیم و همینطور نکته دیگه که با همه ما باید این روزای هفته رو حتما ایرانی بگیم چون که روزای هفته یک شنبه دو شنبه سه شنبه اینو یهودیه چون روز اول هفته یه یهودی ها یک شنبه است دیگه شنبه تطلیشونه همین که یک داره یعنی که این چینه مال روزای هفته به این صورت شنبه کیوان که خلاصش میشه کیشید یا کیشید و روز یک شنبه روز خورشیده مهرشید بیش میگیم روز دوشنبه روز ماه هست و محشیده مهر ماه محشید سهشنبه روز بهرامه و خلاصه میتونیم بگیم بهشید بهرام ما میتونیم بگیم بهشید یا بهشید چهارشنبه روز سیاره تیر هست ما میگیم تیرشید و پنجشنبه هرمز هست ستاره هرمز که همون مشتری باشه میگیم هرمزشید و جمعه روز آدینه بهش گفته میشه و روز ناهید است ناهیدشید آدینه در واقع ماه زرتشتی سپاره بود هفته نداشتن در واقع هشته داشتن یا نو... هشت روزه نو روزه داشتن هر ماه سه تا آدینه داشت که بعد از اسلام آدینه به جای جمعه به کار گرفته شده یا میتونیم بگیم آدینه یا میتونی میتونیم بگیم ناهید شید که روزای هفته بسیار زیباست که البته از گاشماری میترایی نه کنید در گاشماری میلادی نیا کنید دوشنبه مانده و یکشنبه شنبه سانده یعنی روز خورشید و سه شنبه تیوزده از بهرام میاد و پنج شنبه مثلا ترز یا آلمانی بهش میگن دونرستاگ از رد و برق میاد ایزده رد و برق میاد که از همون هرموز که همون مشتری باشه فکر میکردن که آزرخش از هرموز میاد اینا هم ریشه هست در مورد افغانستان یک خبر دردناکی شنیدم دیدم دنام این بچه های هزاره و از این که اصله هاشون تحویل دادن دولت نتونست امنیتشون رو کنه که الان هم پنجاه درصد در افغانستان رو طالبا گرفتن داعش گرفته و دولت نمیتونه از هزاره ها محافظت کنه هزاره ها خودشون دوباره از مسلح شدن که از خودشون محافظت کنن ولی دولت به که از اینا پشتیبانی کنه همیشه طرف سنی های متعصب و نمیدونم پشتون های و و ها و اینا رو میگیره و همیشه در افغانستان شیعه کشی را میندازن و ازار کشی را میندازن و نمیدونم اون اشتباهی هفهای ماشون رو زدن هلیکوپترشون رو زدن یا موقع جنگ زدن من نمیدونم به چه صورتی هست ولی روی کرده کلی این هستش که افغانستان توسط پشتون هایی که در طول 150 سال رو گذشته از یهودی ها شدند. اسرائیلی‌ها و یهودی ها 150 سال 200 سال در منطقه کردستان و پشتونستان اینا تخبکشی کردند. کردن زن زنها خودشون رو فرستادن با رئیس خانها و قبایل رئیس قبایل ازدواج کردن بچه های از اینا ها به وجود آمد بچه هایی که یعنی یهودی هستن و اینا کل افغانستان رو پشتون های یهودی شده یا یهودی تبار کل افغانستان رو کنترل میکنن و کردستان هم همینطوره تمام رئیس احزاب کرد اینا یهودی های شده هستن به اسم کرد این سیاست یهودی ها بر کنترل جهان در تمام اقوام اینطوره که تخم کشی میکنن مثلا رئیس جمهور مصر یهودیه رئیس جمهور اردن یهودیه مادرای یهودی داشتن و نسبم در دین یهود از مادر انتقال پیدا میکنه و افغانستان هم عملا دستور یه پشتون های یهود کنترل میشه به شدت هم فارسی ستیز و ایران ستیز هستن و متاسفانه ما دویست سال افغانستان رو ول کردیم به خاطر اینکه خود ایران هم تحت نفوذ یهودی و یک دولت مردایی هستن که به شدت احمق و در ایران و اصلا اهمیت افغانستان رو درک نمی کنن. افغانستان رو ول کردن و بخش وسیع از ایران ستیزی که در افغانستان رخ داده به خاطر اینکه ایران اینا رو ول کرده الان هزارها ایران رو فرش میدن تاجیکا فرش میدن به خاطر اینکه تاجیکا انتظار داشتن ایران یه غیرتی از خودش نشون میده یه حرکتی نشون میده در برابر فارسی ستیزی چون که تاجیکا خیلی متاسبن روی زبان فارسی و وشدناک اما متاسفانه دولت غیرت ایران از نه از تاجیکا حمایت میکنه و نه از هزاره حمایت میکنه و حتی پشتونایی داریم که اینا پشتونای یهودی نیستن که اکثریت پشتونها آریایی ایرانی تبار هم ولی شستشون مغزی شدن توسط اون یعودی های تخکشی که با اون زن های اسرائیلی کردن میخوان قوم پشتون رو مصادره کنن ما حتی بر روی پشتونای آریایی فارسی دوست هم کار کنه بعد از جدایی ایران و افغانستان از یک دیگه توسط استعمار و نفوذ درباریان فاسد در دوتا کشور سیاست در ایران اینطوری بوده که هیچ وقت به شرق و افغانستان توجه نکنه مرزهای شرقی ایران الان پاکستان و افغانستان خاموشه و دولت مردای ایران به شدت غربگرا هستن به ریش و پشم و عمامه و لبات و عب... نگاه نکنید غربگرا هستن و چشمشون به چشم موبلوندا و چشم آبیه هست یه نگاهی به اینا بکنم در حالی که درآمدی که ما از صادرات به افغانستان میتونیم داشته باشیم از کل اروپا بیشتره خیلی و که افغانستان پاکستان دارن برای ما خیلی بیشتره در زمین اقتصاد در زمین ترانزیت و امنیت و خیلی چیزهای دیگه و کلا ما الان دویست سال افغانستان رو عملا ول کردیم و بخش و وسیع از دلخوریای مردم افغانستان نسبت به ایران همین بیتوجهی در واقع چون که تاجیکا مثلا میگن پشتونا فارسی ستیزی میکنن ما رو اذیت میکنن چرا ایران مثلا کمک نمیکنه چرا مثلا پشتون ها رو میکنه اینجوری فکری دارم پشتون هم فکر میکنن که ایران شیعیان حمایت میکنه و شیعیان هم فکر میکنن که ایران شیعیا رو ول کرده هر دفعه قتل آم میشن در مزاری کشته شد ایران کاری نکرد الان هم علی پور داره اینطوری میشه و سکوت میکنه من به شما بگم اگر ایران بخواد در افغانستان نفوذ کنه و این دولت مردان احمق ایران جایگاه افغانستان رو بدونن افغانستان از برابر از این یمنی که الان حوثی‌ها هستن قوی تر میشه چون که خیلی راحت تر ایران در یمن میشه به گروه مقاومت موشک و اسلحه و سلاح و اینا داد که در برابر طالبان و داعش و یا این نوکران یهود در افغانستان بیستن چون که اسرائیل دنبال مصادره افغانستان هست و تمام این مسئولینشون اکثر اونه که فارسی ستیز و ایران ستیز هستن یا شیعه ستیز هستن اینو اکثرا سرشون به اسرائیل وصله دیگه الان سردار آقا آنی که آمد این متخصص امور افغانستانه و به نظر من اوضاع عوض خواهد شد و ایران نسبت به افغانستان رویکردی خواهد شد که ما در یمن نشون دادیم این اجازه نخواهیم داد که دوباره حادثه ارتساخ یا غرباخ تکرار بشه و اسرالیا بیند اینجا در واقع کاری بکنن و ایران به هیچ وش در افغانستان اجازه نفوذ اسرائیل چون حتی شنیدیم که اشرف و پشتون تحت نفوذ اسرائیل میخوان روابط عادی کنن البته این خیال خامیه کل ملت های منطقه یا های منطقه زد اسرائیل و هر مسئولی و هر دولت مردی از این کشور منطقه با اسرائیل دوستی و عادی سازی بکنه منفور ملت ها میشه و در واقع اینا فکر میکنن که اگر با اسرائیل عادی سازی روابط کنن ایران منظوی میشه در حالی که نمیدونن که ملت های منطقه از اسرائیل متنفرند این به نفع ایران میشه اتفاقا که اگر دولت خیانت کنن و برند با اسرائیل دوست بشن خودشون متزلزل میشن و تک تک این حکومت هایی که با اسرائیل دارن عادی سازی میکنن سقوط خواهند کرد ما امسال شاهد تحولات مهمی در دنیا و در منطقه خواهیم بود در عربستان خواهیم بود جپه مقاومت پیروزی عظیمی در سال 1400 با رمز عدد 14 به دست خواهد آورد و انشالله که در افغانستان هم بساط اسرائیل و این یهودی های نفوزی جمع بشه از حیات حاکمه و ایران باید در قضیه هم قضیه تاجیکا و هم قضیه هزارا و شیعیان و حتی پشتون ها اینطور نیست که ما نزد پشتون ها بیمهر باشیم پشتون که تبار ایرانی آریایی و فارسی خودشون رو میدونن و ضد فارسیستیز و در واقع آریایی سیدی نیست ما پشتون های یهودی شده نباید در حکومت افغانستان و قبایل نفوذ داشته باشن بلکه پشتون هایی که دنبال عادی سازی با اسرائیل نیستن یک از این برنامه ها که همینطور ساختم یه پشتونی آمد اینجا و فرش داد به من که چرا به کشور من که اسرائیل باشه کشور فرش دادی نشون میده که چقدر اینا در طول این سال پشتون های یهودی تولید کردن کردای یهودی هم تولید کردن مخفیان در سطح رئیس یک اقلیم یا یک استان یا استاندار یا حاکمیت نفوذ میکنم اگر ایران بی غیرتی که این دویست سال اخیر در اثر نفوذ استعمار نشون داد تا ایران به افغانستان توجه نکنه اگر بخواد دخالت کنه وزه اثر نفوذ ایران در افغانستان صد برابر بیشتر از یمنه مطمئن باشید نه در عراق نه در افغانستان آمریکا غلط نخواهد کرد چون که ایران یک امپراتوری جهانیه بزرگترین قدرت نظامی است و اگر اراده بکنه دولت مرد خائن مثل روحانی و ظریف و این اسالیون روی کار نباشن و یک دولتی بیاد از جنس مقاومت از جنس سپاه پاسداران از جنس ایرانگرایی و دارگرایی که غیرت داره روی ایران روی زبان فارسی روی خیلی چیزهای دیگه و حقیقتا سیاستی که ایران در پیش گرفته اختلاف شیعه سنی نیست ما واقعا با سنیایی که خب بلبیت دارن و با اسرائیل دنبال عادی سازی نیستن هیچ مشکل نداریم واقعا مشکل ما الان سنیایی که تحت تاثیر وهابیا هستن داعش و نمیدونم این سلفیا هستن و اینا که از لج ایران میرن با اسرائیل دوست میشن مشکل ما با اوناست وگرنه سنیا افغانستان و برادر ما هستن تاجیکا خب سنی هستن دیگه خب با اینا ما دوستشون داریم و متاسفانه یه نگاه بدی در افغانستان نسبت به تشیع هست و این اشتباهه افغانستان بدونه من بارها کلیپ ساختم اگر حب بله بیتتونو سنی بمونید ها کس با کسی کسی با شما کار نداره سنی بمونید ولی هو بله بیت داشته باشید همین پرچم های یا حسین و پرزندان امام علی و اینا شما رو از شر تروریست نجات خواهد داد و ناراحت نشید اگر هزاره و جبهه مقاومت و حزب الله افغانستان و فاطمیون تقویت شدن به نفع خود شما و مردم افغانستان حتی به نفع هست مطمئن باشید که افغانستان یک کشور مقتدر خواهد شد حزب لبنان رو نگاه کنید لبنان یک کشور کوچیکه ولی حزب لبنان چه اعتباری داده به لبنان اسرائیل جرات نمیکنه به حمله کنه یمن رو نگاه کنید حوثی چی داشتن اونو الان موشک میسازن 2000 کیلومتر چی امپراتوری خودش خودش امپراتوری شدن اصلا بر جهان رو به زانو در آورده یمن و حوثی غزه وجبی رو نگاه کنید چجور تو دهن اسرائیل میزنه شما هم اگه حساسیت نشون ندید به برادرای فاطمیون به حزب افغانستان به شیعیان این شیعان باور کنید شما رو دوست دارم دنبال نابودی شما برادران اهل سنت افغانستان نیستم بلکه دنبال یک پارچکی و تقویت افغانستان متعا با حفظ احترام به دین شما کیش شما معوریت اهل بیت یعنی دوست داشتن خب بله که ما میدونم بسیاری از شما مردم افغانستان خب بله بیت دارید ان که اگر ایران یک کم غیرت نشون بده و اجازه نده فارسی ستیزا و اینکه متمدن و مشترکی داریم افغانستان قلب ایرانه افغانستان قلب تمدن آریایی قلب ایران ویچ هست و در نتیجه مهمترین کشور برای ایران به افغانستان باشه متاسفانه دولت مردای ما آدمای غرب گدا و غرب ستیز هستن دیگه شما به بزرگی خودتون از اینکه ما شما رو 200 سال ول کردیم به خاطر این دو خائن استعماری باید ببخشید باید جبران کنیم این مطمئنم اسماعیل غانی افغانستان رو هم دست آمریکا هم دست داعش و طالبان نجات خواهد داد پاینده باشید دا